ایران دموکراتترین کشور جهان است. حتی جاسوس ها هم می توانند کاندید ریاست جمهوری بشن و صلاحیتشان تایید گردد. ایران دموکراتترین کشور جهان است. حتی جاسوس های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، دموکرات های آمریکا، اسرائیلی، روسی، چینی، فرق نمیکنه، هر جای جهان میتونن کاندید ریاست جمهوری بشن و تایید شن. هیچ جای جهان اینجوری نیست. در هیچ جای جهان امکان نداره شما در اسرائیل یه نفری که ضد یهودیه یا ضد مردم اسرائیل کاندید بشه، چه برسه که کاندید بشه و صلاحیتش تایید بشه. این سندی است که نشون بده که جمهوری اسلامی نبوده و 5 تا سازمان امنیتی جهان دارن کشور ایران رو اداره میکنن و هر کدوم هم طبق منافع خودشون دارن اموال و پولهای ملت ایران رو غارت میکنن. خوش آمدید به اسرار تاریخ قسمت 12. با ذکر 2 سوال طبق روال قبل وارد اصل برنامه میشیم. سوال اول این که می تواند پرسیده شود که شما که ریستارت رو سال 1396 پخش کردین، چطور سیاست خارجی اپوزیسیون ریستارت رو از سال 2011 نوشتین؟ سوال دیگه، اپوزیسیون ریستارت 96 آغاز شده، سیاست خارجی لیدر ریستارت سالها قبلش نوشته شده، سیاست خارجی امپراتوری پارس نوشته شده. جوابش اینه که اگه من 1000 سال قبل به دنیا می اومدم و یا 1000 سال بعد هم به دنیا بیام، سیاست خارجی امپراتوری پارس نوشته شده است. فقط چند تا کشوری که بهشون اولتیماتوم میدیم و جواب اونها رو گوش میدیم و تصمیم گیری میکنیم. این در سیاست خارجی امپراتوری پارس ما فقط به 2-3 تا کشور میکنیم و اولتیماتوم میدیم، بگیم آقا اونجا داریم این کار رو میکنیم، نظرتون اونه؟ بعد اون میگه نه، نظر من اینه. یعنی زمانی ما با روسیه مشکل داشتیم با پرزیدنت پوتین، تا زمانی که من رسماً تو برنامه اعلام کردم، یعنی یک سوالی پرسیدم از پرزیدنت پوتین و یک روز و نیم بعد پرزیدنت پوتین پاسخ این سوال رو داد. سوالمون این بود که شما تزاری؟ پرزیدنت پوتین، آیا شما شوروی رو دوست داری یا روسیه رو؟ پرزیدنت پوتین گفت نخیر، من روسیه‌ام، من شوروی نیستم. خب تکلیف ما مشخص شد. یعنی پرزیدنت پوتین خودش رو در اصل وارد پاتریوت‌های جهان کرد. چرا؟ چون شوروی دشمن ما، دشمن ریستارت، دشمن عرفان تصوف بود. اما روسیه دوست ما و مشکلی باش نداریم. به همین خاطر خیلی از اسرار تاریخ نهفته شده در لحن تاریخ، نه در خط تاریخ. این نمی‌فهمم. و هر چی در جهان توضیح بدی به مردم کره زمین، همین یه جمله رو بخوام من توضیح بدم، نمیفهمن که اسرار تاریخ در لحن تاریخه، نه در خط تاریخ، نوشته تاریخی. من به تهران میروم، یعنی من به تهران میروم فرق میکنه که من به تهران میروم یا من به تهران میروم. اصلا 3-4 حالت متفاوت داره. نقطه رو که جابجا میکنی اندیشه تاریخی تغییر میکنه. خب حالا شما برو از انگلیسی ها، برو که تمام تاریخدانان انگلیس، فرانسه، آلمان سوال کن، با
پاسخ این سوالی که من همین الان دارم میپرسم، یا انقدر گاون که نمیدونن 99% کسانی که در رشته تاریخ در جهان دارن درس میخونن یا استادن، و یا اگر میدونن پشت پرده توسط سازمانهای امنیتی سکوت میکنن و فقط به هم اشاره میکنن، میگن اونم میدونه ها، این آقاه میدونه موضوع رو. سوال چیه؟ سوال اینه که آقا امپراتوری عثمانی چرا نیومد مشهد بگیره؟ چرا ایران زمان صفویه نرفت هندوستان بگیره؟ سواله، ساده است، جوابی برش نداره. اونایی هم که میدونن سکوت میکنن. چرا؟ چون اگر بگن میدونیم اون وقت اتفاق نادری میفته، یعنی مردم آلمان یهو بلند میشن میگن یعنی ما همه سیاستمدارامون خره اپوزیسیون ریسارت هم؟ مگه میشه ما آلمانی مثلا اپوزیسیون ریسارت خیلی هاشون آلمانی بلد نیستن اصلا؟ میگه بله ما خرش، هر کاری کرده اینا کردن، هر چی در جهان فیزیک و ریاضی و شیمی میبینی ریسارت و عرفان و تصوف کرده، هر چی رئیس جمهور خارمادری سرویس شد و مردم رفتن رو هوا تا صلح فاطیمای پرتغالی ها به قول دوستان که کشور رو وارد جنگ جهانی نکرد، همش بر اساس نوشته ها و تفکرات و اندیشه های عرفان و تصوفه و هیچ کس هم در جهان نمیتونه جلوش وایسه. و کما اینکه در سوال 96 که من میخواستم برگشت بزنم اعلام کردم که شما میخواین رضا پهلوی رو شاه کنید، گفت بله با پول میشد. 96 شد 97 نشد، 97 و نیم نشد، 98 نشد، 99 نشد، میلیارد خرج. رضا پهلوی الان همون یه شاسپوری اونجاست و تیمای امنیتی انگوش به دهان حیران، در گردنه حیرانه سرزمین پارس حیران تر. نشد. دومین سوالی که پرسیده میشه اینه که 7 اکتبر رو کی درست کرد؟ در 7 اکتبر حماس حمله کرد به اسرائیل. 7 اکتبر رو کی درست کرد؟ با جمهوری اسلامی صحبت میکنی میگه من درست کردم، با اسرائیل صحبت میکنی میگه جمهوری اسلامی درست کرده، حماس درست کرده. که یک بار این مثال به شما ریستارتی ها زدم و واسه ریستارتی ها توضیح دادم که دارن این برابر نگاه میکنن و غیر ریستارتی هم ممکنه بعضی هاشون نفهمیده باشن که در افغان تصوف حتی اگر سگی وقوق کنه یک فردی که هرچی عارفتر باشه زبان اون سگ رو این سلیمان بهتر میفهمه، حتما دلیل داشته این واقع کرده، علشتی واقع نمی کنه. پس ناتانیاهو میگه حماس 7 اکتبر رو تولید کرده، ما میگیم نه ناتانیاهو این کار کرده. بله حماس حمله کرده، جمهوری اسلامی تیمش چیده، ولی ناتانیاهو این کار کرده. چرا؟ برای اینکه سال 96 اگر وزارت خارجه اسرائیل ما رو ریتوییت میکرد رژیم عوض شده بود، احتیاج به این همه کشتار نبود، این همه قتل و غارت نبود، این همه پدر در اومدن نبود. سال 96 ما رو ریتوییت نکرد. یعنی اگر بخوای مقصر رو هم در تاریخ پیدا کنی باید مشخص بشه. یادتون باشه فرض کن که یک نفر بزرگترین بوکسور جهانه، همه‌رم در بوکس زده، خبرنگارا میرن ازش سوال میکنن که شما در کره زمین که همه بوکسورهای کشورها رو زدی از کی میترسی؟ میگه از حسینی. خب این مهم میشه، خبرنگارا میگن که اون نفر اول بوکس جهانی از حسینی میترسی؟ خب همه دنیا میگن جمهوری اسلامی، از جمهوری اسلامی میترسن، اما جمهوری اسلامی ازش سوال کردن خبرنگارا که شما از کی میترسی؟ گفت ما از ریستارت میترسیم، از لیدر ریستارت. نکته عمیق اینجاست. برای همین به ریاستات گفتم قربونت برم، اصلا شما ناراحت نباشید، ما یک بار
در مقابل چشمان 140 کشور جهان جمهوری اسلامی اعلام کرد در شورای امنیت که لیدر ریسارت تحویل بدید. کسی که داره رژیم عوض میکنه لیدر ریسارت، یعنی ما چک رو زدیم تو گوش رئیس جهان به نام جمهوری اسلامی. همه از جمهوری اسلامی میترسیدن، ما کتکش زدیم یه بار. ما اصلا برای چی باید دیگه کار کنیم؟ ما اصلا تو UFC توی بوکس های مسابقات بوکس، این واقعیه، یه نفر بود یه بار مسابقه داد، یه نفر زده بودش، بعد این قهرمانه همه دنیا رو زد. خبرنگار اومدن بهش گفتن که تو به چی فکر می‌کنی؟ گفت فقط مشکل من اینه که اون نفر اول که من زد خیلی دوست داشتم باش مسابقه بدم. بعد اصلا میشه نفر اولی که اینو زده بود، گفتن شما میای باش مسابقه بدی؟ گفت برای چی مسابقه بدم؟ من زدم اینو، این همه جهان رو زده، بعد من همچین زدم دیگه بلند نمیشه. این رفته تو شورای امنیت 140 تا کشور اینو گفته. برای چی دولت بزنمش؟ برای چی دوباره رژیم عوض کنم؟ علت این که ما گفتیم رژیم رو عوض میکنیم یک بار دیگه فقط به خاطر قولی که به ریستارتیا دادیم، و هم خاطر الان توپ تو زمین تغییری هاست که اونها تصمیم گیری کنن که میخوان چیکار کنن. اونها الان باید دنبال ما باشن. که فراموش هم نکنید اگر یه دفعه دیگه ما قیام کنیم رژیم رو عوض نکنیم، اون وقت جمهوری اسلامی، سطر طلبا، فرشگردا، چهار تا بزغاله اینا میتونن بیان بگن دیدی نتونستی، اون موقع میتونم تو رو مسخره کنم. ما اینا زدیم یه بار، ما داریم فرشگرد مسخره میکنیم، ما رضا پهلوی مسخره کردیم، همشون تو دستشویی فشار دادیم، پامون گوشم سرشون سیفون رفته پایین، میرن بالا نفس میکشن فوش میدن. امروزم اینستاگرام رو بستن، یعنی ترسیدن. اینستاگرامی که من اصلا تبلیغ نکردم، به کسی هم نگفتم، فراخوان هم ندادم، 24-5000 تا اومد توش، ترسیدن، امروز رو بستن. پس فراموش نکنیم که یک بار ما جمهوری اسلامی در شورای امنیت بردیم، برای بار دوم من فقط تصمیم گیری دارم میکنم که این کارو بکنم یا این کارو نکنم. چرا؟ چون در اسرار تاریخ توضیح دادم یک بار من تعیین میکنم شاه بشم یا نشم. هیچ کس در کره زمین چه غلطی نمیدونه بکنه. برای همین فرازهایی رو باز میکنیم از اندیشه های از خطوطی در تاریخ تا یک بار دیگه هم غیر ریستارتی ها و مردم سرزمین پارس موضوع رو بفهمن، هم یه بار دوباره داریم زیگزاگ دستشویی میکنیم به صورت مسئولین کشورهای جهان که های درسته مردم آلمان و فرانسه و انگلیس و ایران نمیدونن موضوع رو، من و تو که میدونیم ننت چبا کجاست، یادت میره. هی یعنی پس این برنامه ریستارت پخش شد، برنامه طولوی این پروتکل کوروش پخش شد، این برنامه داره پخش میشه برای اولتیماتوم به اون یارو رئیسی که شاسکولی که تو فرانسه سازمان امنیت تشکیل داده، نمیش بگم یادت باشه که من در جریانم و من و تو میدونیم ننه چبا کجاست، مردم نمیدونن. پس این یک یاداوریه، این برنامه یاداوریه. چه یاداوری؟ یاداوریش این که امروز دو تا مبحث رو در کنار هم فقط قرار من توضیح دادم. یک بار اینو باز کنیم تا نتیجه اسرار تاریخ که میخوایم یواش یواش شروع کنیم پخش شدن، بتونیم لحن تاریخ رو برای تو توضیح بدیم که با چه لحنی در اون زمان تاریخ اتفاق افتاده. لحن تاریخ هولاکوخان این نیست که شما میخونی به هولاکوخان فوش بدی. لحن تاریخ رو لیدر ریسارت ثابت کرد که آقا محمد خان قاجار شهیده و کریم خان زند نادرشاه احمق، تو که تو نوشته ها نبوده. لحن تاریخ رو برات باز میکنیم که یک بار شماها در طول تاریخ بدونید که چه بلایی سر شما اومده. قبل از شروع برنامه و این دو مبحثی که میخوام توضیح بدم، یادتون باشه که من قرار نیست که اسرار تاریخ ترکیه رو باز کنم، اسرار تاریخ افغانستان قدیم اون گوشه رو
نزدیک چین رو باز کنم، قرار نیست که بیام اسرار تاریخ مثلا روسیه رو باز کنم، اونا باید پول بدن تا من اینا رو باز کنم. برای چی باید باز کنم؟ من فقط در تاریخ اسرارش رو تا جایی باز میکنم که به نفع مردمم و اپوزیسیون رو ریستارت، یعنی نقاط تقاطع رو توضیح میدم، چون مجبورم که تاریخ سرزمین پارس رو از اول بنویسم و برای اینکه شما بفهمید، برای شما تشریح کنم تا تفهیم بشه در مغزتون و تنبیه بشن آنان که فکر میکنن که تاریخ رو نوشتن و خانشی جدید براشون ایجاد کنیم. مبحث اول راجع به عثمانیه. عثمانی رو من نمیخوام بیام توضیح بدم از عرضم حضور شما که دوران سلجوقیان قدیمی 1037 میلادی، چون اینو نمیخوام حرف بزنم راجع، چون یک مبحث جدیدی باز میشون تو که مثلا غیر قابل فهمه برای اروپاییایی که ممکنه برابر ترجمه کنن واسه شون. نمیخوام راجع اون اصلا بریم بدم، بعدها که میخوام تاریخ خاصی رو توضیح بدم این گره ها رو بیشتر باز میکنم. اما سوال ما به آلمان و فرانسه و اینا اینه که کی خار مادر شما رو سرویس کرده؟ ما. سندش کجاست؟ سندش عثمانیه. پس سوال از اینجا شروع میشه. سوال اول رو از اینجا جواب بدیم که آقای حسینی شما چطور در سال 2011 12 13 اومدید و سیاست خارجیتون رو نوشتید و ارائه دادید در بعضی از برنامه‌های یواشکی در صورتی که اپوزیسیون سال 96 تشکیل شد؟ جوابش اینه که اردوغان ما رو می‌شناسه. ما اردوغان رو می‌شناسیم. ما تیم ترکیه رو کامپلت می‌شناسیم. یعنی من هر حزبی در فضای افغانستان بخواد تولید بشه، چهار تا ایل دارن، چهار تا قوم هن، چهار تا گروه هن، سه تاش ریستارتی هن. تکلیف من در افغانستان معلومه. اگر من بیایم میتوانیم امپراتوری پارس رو تشکیل بدیم، اگر من نیایم امپراتوری پارس تشکیل نمیشه. آمریکا دیدید رفت رو هوا، افغانستان رو ول کردن، پرهاپور بشه رفتن. روسیه این همه جنگ شد نتونستن شوروی درست، نه روسیه نشد، افغانستان هم افغانستان. خلاصه به قول دوستان طالبانی که رفت، طالبانی که آمد. جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونه افغانستان رو به خاک و به خاک سرزمین پارس زمیمه کنه. چرا؟ برای اینکه اصلا این کاره نیستن اینا. چه کسی میتونه افغانستان رو به خاک خراسان، به سرزمین پارس در ائتلاف پارسیان اضافه کنه؟ فقط من. چرا؟ چون سه تا از اقوام رسمی افغانستان روی سرتی هم، یعنی جزء تفکرات ما هم، باورشون اصلا ما ایم. و هم خاطر اگر فردا هر رهبری در افغانستان روش کنه، روزی که ما بخوایم شورشی در اونجا تولید کنیم بزنیم، خارمادر افغانستان رو سرویس کنیم، اون سه تا گروه رو فقط زنگ میزنیم الان خبر داریم نمیخوام چی میگه این هر تا بلند میشه. ترکیه هم ده داستانش اینه. پس ترکیه رو، جنگ من با اردوغان رو، این که میگم دشمن خیلی گلیه اردوغان رو نمیخوایم برش داریم، این ترکیه باشه. یعنی نه اردوغان، تیم پشت پرده اردوغان، اردوغان هم میرن اون تیمشو باش دشمن بسیار دوست داشتنی هست، دلیلشو در عثمانی باید ببینیم. یعنی باید برگردیم به 1300 میلاد. صفویه 1500 وارد سرزمین پارس شد، امپراتوری صفویه رو تولید کرد. قبل از امپراتوری صفویه چی شده؟ به همین خاطر عثمانی رو تشریح میکنیم به دو عثمانی، عثمانی قبل فترت، عثمانی بعد فترت. عثمانی چه تشکیل شد؟ یک گروه ریستارتی در یک دهی کوچک امپراتوری درست کردن که خارمادری از اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، اروپا، شوروی تا برو به سمت آفریقا، خار مادری از اینا سرویس کرد که هنوز این سگ میترزن. پس چه کسی خار مادر اروپا رو سرویس کرد؟ ریستارتیا. داستان تولید عثمانی عین داستان تولید صفوی است.
گروهی کوچکی در اردبیل، یک کوچکی امپراتوری تشکیل دادن که همکنون تمام سازمان های امنیتی دارن حمله میکنن تا این تاریخ صفویه رو تخریب کنن. ولی صفویه هست، اثرات صفویه رو در لبنان میشه دید، وسط اسرائیل میشه دید. داستانش هم شبیه. پس عثمانی قبل فترت چی بوده؟ یک خانواده کوچکی، یه ایدی بود، یه کت خدا داشته. بعدن بچه این دوباره بچه دار شد، یه بچه تولید کرد به نام عثمان. جناب آقای عثمان اومد با ادب‌علی یکی از شیوخ عرفان و تصوف با دخترش ازدواج کرد. یعنی عثمان ازدواج کرد با دختر یکی از این خانواده عرفان تصوف، روی سارتی های اصیل. ازدواج که صورت گرفت، امپراتوری عثمانی تولید شد. و همین سال دیگه شاه اسماعیل یکم صفوی همینجوری بود. شیخ اردبیلی بزرگوار، یکی از افراد بزرگ، شیخ صفی الدین اردبیلی، از صوفیان بزرگ، عرفای بزرگ، امپراتوری پارس رقم زد. اما 200 سال قبل از تولید امپراتوری صفویه، امپراتوری روم برای اینکه اروپا گزیادی نخوره، بعدن قارت قورت بعدن نشنویم، پرروبازی نبینیم، زمینه تولید امپراتوری صفویه، بنای امپراتوری صفویه در 1500 به راحتی گذاشته بشه، 200-300 سال قبل خار مادر اینا رو سرویس کردن. یعنی از اونجا تاریخ صفویه تولید شد. یعنی 300 سال قبل از ورود صفویه، عرفان و تصوف دستشویی برداشت، زیگزاگ شاشید تو اروپا رفت. دیگه عثمانی رو نمیتونه بگی که کدوم عثمانی، همه سریالاش داره پخش میشه. پایه‌گذار امپراتوری عثمانی تولید شد توسط یک گروه عرفان تصوف. و اینو شما حتی در حریم سلطان هم داری میبینی. شما تو حریم سلطان نگاه میکنی که بعد از فترت در از تولید شده که نگاه کنی میفهمی تو حریم، همین حریم سلطان 70% درسته. ایرادایی بسیار چیزی داریم که جنگ‌هایی داریم که یه جاهای پیچونده، ولی دوبله نشده‌شو ببینی، اصلیشو ببینی میفهمی که داره تو درست میگه. حتی در راجب ابراهیم پاشا درست گفت. ابراهیم پاشا داستانش اون چیزی نیست که الان دارن توی سریال ها تازه توضیح میدن یا تو ویکی‌پدیا معلومه. یه بیناموسی از انگلیس داره ابراهیم پاشا رو مینویسه. ابراهیم پاشا رو مثل هویدا، هویدا رو شاه انداخت زندان به دستور فرح دیبا، بعد اونجا اعدامش همه به جورسه پشتن دیدی اعدام کرد. حتی هیچ سوال نمی کنه کدوم بیناموس این داخل تو زندان، هیچ که رجوعی نفر نمی زنه. لحن تاریخ توضیح داده نمیشه که کدوم بیناموسی رو بیدار کرد تو زندان. شاه به دستور فرا کی کشت؟ بعدش اون اسلامی کشت، بعد خمینی نکشت، یکی رفت تیر زد حذفش کنه. اینش لحن تاریخ. ابراهیم پاشا هم داستانش همین بوده. ابراهیم پاشا به دلیل اینکه پسر یک صوفی رو کشت، یک عارفی رو کشت، پسرش رو کشت. خب لشکرکشی رو اول به ابراهیم پاشا کی بوده؟ ابراهیم پاشا پادشاه بعد از سلیمان قانونی بود. یعنی قرار بود که امپراتوری عثمانی رهبرش بشه ابراهیم پاشا. این رو از تاریخ حذف کردن. ابراهیم پاشا یک مسیحی از یک تیم امنیتی مسیحیت وارد امپراتوری عثمانی شد، مثل حسن روحانی انگلیسی که وارد کشور شد، اومد تا بتونه رهبریت کشور بگیره. با دخترش ازدواج کرد، اما یک کنیزک انگلیسی به قول خودمون، یک کنیزک پنهانی اون پشت بود که قرار شد که ابراهیم پاشا از اون یه بچه‌ای تولید کنه که بعد از سلیمان این بچه ابراهیم پاشا از اون گلفام خانوم فلان شاه شه، نه حتی از خواهر
سلطان سلیمان. کل کودتا میلیاردها دلار پول نابود شد در یک لحظه که در سریال توضیح داد. پس ابراهیم پاشا کی بود؟ قرار بود که بعد از سلطان سلیمان کودتا کنه، کشور بگیره. کی بود؟ کسی بود که قرار بود نفوذ کنه، امپراتوری عثمانی رو تجزیه کنه توسط مسیحیان اون دوره و یهودیا. نفوذ قدرتمند، نفر اول عثمانی، قوی، مگه میتونستی اینو برش داری؟ یک اشتباه کرد. 25 دسامبر تولید شد. پسر یک صوفی رو کشت. این شد اشتباه دوم. ورق کلا عوض شد. یعنی اون موقع اتاق فکر سازمان امنیتی اروپا نشستن، مسیحی‌ها و یهودی‌ها نشسته بودن. چی شد؟ گفت همه چیزم از بین رفت. گفت نه، خبر جدیه. گفت آقا خفش کرد تو اتاق بغلی سلطان سلیمان، خفش کرد. گفت دروغ میگی؟ گفت والله خفش کرد، والله ابراهیم پاشایی نیست، همه رو گرفتن. گفت 20 میلیارد دلار هم خرج میکنه، نمیتونستم چی کاری کنیم. یک کار ساده ابراهیم پاشا رو کشت. اون چی بود؟ خواب دید سلیمان. خواب سلیمانو که سازمان امنیتی نمیتونست حمله کنه بگیرن تو خواب، که تو خواب خواب دید. اومدم بهش گفتم، گفتم میدونی کی رو کشتی؟ گفت نه. گفت پسر صوفی رو کشتی برای من؟ یادت نیست هولاکوخان توسط خواجه نصیر اومد عباسیان رو زد، خارمادرش سرویس کرد، بعدها تولید کردیم خوارزم شاهیان اروپایی رو؟ الان بچه پرش کردی ها اینو میگن رب داره. ببین حرفاشو، رب نداره هولاک، همش رب داره. هولاکوخان، خوارزم شاهیان، این سلسله ها و تولید در اروپا همه به هم ربط داره. علت نفهمیدن تو اینی که گاوی هستن، کلن نمیدونی تاریخ چیه. سلطان سلیمان قانونی به قول خودمون خواب دید، یه خواب دید. کل کودتا رفت رو هوا، میلیاردها دلار رفت رو هوا. پس میریم سراغ عثمانی. عثمانی دو قسمت تقسیم میشه. عثمانی قبل فترت، یعنی عثمانی یکم تولید شد، داماد یک عارف صوفی اومد یک بنای جدید گذاشت برای امپراتوری. کار این چی بود؟ حمله به ایران؟ نه. حمله به ژاپن؟ نه. حمله به چین؟ نه. کارش چی بود؟ خارمادر اروپا رو سرویس کنه. و این کار گرد. اصلا شما برو تاریخ عثمانی ها نیا کن، ببین این خط کشورشون اضافه کم میشه کجاست؟ آدم نیا کنیم یه خط اینجوری میری توی عربستان، میری توی اسرائیل، میری توی لبنان، میری توی سوریه، میری اون طرف، اونجا از اینطوری دور میزنه، میره سمت اسپانیا، میره سمت مراکش، اینجوری میپیچه. اصلا هیچ وقتی بر نمیره، هیچ وقتی بر نمیره. خیلی ساده است. فکر کنم فردا ایران میگیرم، سرزمین پار تشکیل میشه، بعد هی کشورگشایی میشه، بالا پایی میشه، میبینه همه ما سمت چین اون طرف داریم کشورگشایی میکنیم. و یکی یه نفر بیاد بگه آقا چرا این ور حمله نمیکنه؟ چرا لامصب حمله نمیکنه عربستان؟ داره فکر میکنه، میگه نمیدونم. پس عثمانی امپراتوریش تولید میشه توسط عثمانی یکم، توسط ادبعلی، عارف معروف، صوفی بزرگ. دو سه رفعه کودتا میکنن که عثمانی رو از بین ببرن، تا میرسی به دوران بعد از فترت بقول، یعنی کودتا کودتا، هی جنگ داخلی، هی جنگ داخلی، که همون کارو در صفویه کردن که امپراتوری از بین ببرن. نشد، امپراتوری تولید شد، همین کار انجام شد. رسیدیم به پدر آقای سلطان سلیمان، یعنی سلیم. سلیم شروع کرد صوفیا رو کشتن. داره ابراهیم پاشا برای چی زد پسر اون صوفیا رو کشت؟ چون هنوز فکر میکرد سلطان سلیمان قانونی هم باباشه، زیاد مهم نبود درشون دیگه. سلیم بابای آقای سلطان سلیمان شروع کرد عرفان تصوف حمله کردن. سلطان سلیمان قانونی اومد بالا و دو تا کار ساده کرد. یکی اینکه یه رازی رو از صفویه فهمیده بود. راز چی بود؟ قوه قضاییه و قوه مردم. گفتن
مگه قوه مردم داریم؟ سلطان سلیمان گفت مگه قوه مردم داریم؟ گفت آقا صفویه مبناش بر چهار قوه است، یکیش قوه مردمه. گفت تو تاریخ نمیشه، ما که الان با هم داریم زندگی میکنیم. گفت بله ولی قوه مردم پنهانه. گفت این قوه مردم چی داره؟ گفت قوه مردم یک گارد ویژه امپراتوری فارس داره و دو قوه قضاییه خاص مستقل داره. این کار سلطان سلیمان کرد، یعنی قوه قضاییه رو بعد از این که عزت خوار مادر باباش سرویس کرد، کشور رو که گرفت، خودش عاشق مولوی، سعدی، عطار اومد و شاعر هم بود، شاعرش زیاد خوب نیست ولی نگه یکی رگه عرفانی توش داره توی ادبیاتش دیگه. سلطان سلیمان اومد و کشور رو گرفت، قوه قضاییه عثمانی رو مستقل کرد بر فرمول صفویه. و تو حریم سلطان هم دیدید دیگه، یعنی اینکه دو تا کار با سلطان سلیمان کردن، یکی اینکه وصلش کردن دوباره به عرفان تصوف پشت، دو اینکه یه زن بهش نام خرم سلطان زدن تو سر سلطان سلیمان، عاشق این دختره شد. یعنی خرم سلطان و عرفان تصوف فرستاد تو بغل این، تمام زنا رفتن رو هوا، دونه دونه بچه‌هاشو مردن مثل سگ، همه کسانی که با مولوی و سعدی مشکل داشتن مثل سگ جلوی شش پرپر شدن مردن. خرم سلطانی که هیچی از عرفان تصوف نمیدونه، پسری رو، مردی رو عاشق خودش کرد که عثمانی رو دوباره بنا کرد، قوه قضاییه درست کرد. و قزلباشا هم که معروف بودن، یه عثمانی رو دو تا ارتش داشتن، یه ارتش خودشون داشتن، یه ارتش امپراتوری گارد داشتن، امپراتوری قوه مردم داشتن به نام قزلباشا، که اصلا زیر مجموعه سلطان سلیمان هم نبود. ولی بعضی موقع سلطان سلیمان رو روش وای میسادن، آقا چی میگی شما؟ پس این شد عثمانی. پس عثمانی به دو قسمت تقسیم شد که بعدها دوباره کودتا کردن و حکومت عثمانی رو از بین بردن، سازمان‌های امنیتی ریختن و کاری کردن که عثمانی تجزیه شد. پس اردوغان الان مشکلش با ما چیه؟ مشکل اردوغان با ما اینه که گروهی در ترکیه هستن که پشت اپوزیسیون یه سال نمیدونن موضوع رو، ما موضوع رو واسه شون روی آنتن امشب که رسانه دارشم من توضیح بدم، به ترکی ترکا میگن این از اون نوادگانه، همون کار صفویه تولید میشه. یعنی چه اردوغان بخواد چه اردوغان نخواد، ترکای ترکیه میان بیرون حمله میکنن نظامی به ایران، کشور میگیرن، تحویل عرفان تصوف میدن، دست در دست اردبیل میدن، دست در دست تبریز. لورا هم که این وسط خدا به به میریزن وسط، همه همشون هم ریستارتی هم. پس مشکل ما با اردوغان چیه؟ سیاست خارجی 2011 برای اینکه اردوغان داره حرکت عثمانی رو تولید میخواد بکنه که ضد عرفان تصوف هم. امشب اردوغان رو آنتن اعلام کنه که من عاشق عرفان تصوف هستم و این نوع عثمانی رو میخوام تولید کنم، رفیق میشین. پس دعواش یه دعوایی که من میتونم اردوغان داره چی فکر میکنه، اردوغان هم میدونه ما کیم، همه همدیگه رو میشناسیم، همه آدم همدیگه رو میشناسیم، یک دعوای خانوادگی عرفان تصوفی اون وسط. به همین خاطر سر سلیم بابای سلطان سلیمان و پدر بزرگش که دو نفر دیگه هی به میخواستن حمله کنن به امپراتوری صفویه که جنگ چالدران تولید شد و یه پیام پیک فرستاده شد از طرف عرفان تصوف به رئیس قزلباشا، دو دخت و خطه سفر رو تقدیم کرد، گفت قربان اگر حمله کنه هیچ چپ و راست به اینا، اونا عرفان تصوف هم خاربوده همه سرویس میشه. باش گفت پیام چیه؟ گفت پیام اینکه برو اروپا دیگه، بزن خامده اروپای زمین، که آلمان رو سرویس کن، خود فرانسه رو بزن خامده سرویس کن، این هم کشور دیگه، دنش دیگه، تو اینوری برو آقای اردوغان، اونوری میخوای بری ما مخلصیم کمک میکنیم، اینوری بیا خوار مدر سرویس میکنم، هی راجع کردن صحبت نکن، اینوری بیا خوار مدر سرویس میکنیم، مسیر الان مشخصه، اردوغان اونوری عزیز منی کمکت میکنه، اردوغان به سمت امپراتوری پارسی خوار مدر سرویس میکنیم، ما ولت نمیکنیم. همین اتفاق در شوروی افتاد، شوروی هم همینطور بوده که بعد پس دوم اونی که برنامه رو تمام کنیم تا
بتونیم اثر تاریخی که میخوام توضیح بدیم، حداقل شما یه سرتایی بدونید که عثمانی یه عثمانی نیست، یه پادشاه نیست، یه تیم نیست، یه اندیشه نیست. عثمانی دو قسمته، هر قسمتش هم کودتا شده چپ و راست و همین خاطر یه سری عثمانی. عثمانی یعنی عرفان تصوف، عثمانی یعنی ریستارت. عثمانی که گروهی بود که قرار بود که از این خط به این بر خارما در سرویس کنه و امپراتور صفویه گروهی بود که قرار بود از این به این بر خارما در سرویس کنه، همه هم سر جاشون و درست انجام شده کارشون. نکته دوم با یک پرسش ساده جواب میدم تا بریم در برنامه بعد اسرار تاریخ رو بیشتر میخوام بازی رو بازی کنیم، چون ربط داره به فرح، ربط داره همه میگن الان به هم ربط داره، یعنی اینم میخوام توضیح بدم باز دوباره به فرح و تیمای امنیتی ربط داره. اینه که سوالی که ساده است و اون اینه که عرضم حضور شما که شوروی چگونه پاشید؟ این با این سوال کوتاهه و توش باز هم رازه که باید بدونید شوروی رو عرفان و تصوف پاشوندن. یعنی شوروی بر اثر اشتباهات بسیار زیادی که کرده بودن و تیمشون بعداً کاگبه این کار رو کرد و متاسفانه دشمن عرفان و تصوف بود، همانند یعنی در اصل میشه گفتش که مثل ابراهیم پاشا رفتن رو هوا، یعنی بدون اینکه خونی از دماغ کسی بیاد و هیچ نقشی نه آمریکا داشت نه آلمان داشت نه فرانسه داشت نه جمهوری نه خمینی داشت که میگفتن بعداً خمینی هم این حرفا رو قبلا زده بودن، نه هیچ کسی در کره، حتی چینی ها، هیچ فردی در کره زمین در فروپاشی شوروی نقش نداشت الا همون تخم و مرغه و تز و آنتیتز. اما این بار تز و آنتیتز در این بود که از درون شوروی گروهی از عرفان و تصوف قیام کردن و شوروی دید راهی نداره جز پاشیدن و کرسی و حکومت رو تحویل تیم دیگری داد که اسمش الان هست روسیه و بر مبنای این تفکر چیده شده. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه شما بدونید که عرفا و صوفیان و اهل فکر و اندیشه شوروی حکومت شوروی رو عوض کردن، پاشوندن و تبدیلش کردن به روسیه. من گفتم برو اونجا وایس تا بعدها. اوکی، حالا یادم. پس مثل همون که 200 سال قبل عثمانی تولید شد تا بعدها صفوی بیاد، شوروی رفت رو هوا تا امپراتوری پارس بیاد. اوکی، پس این هفته اکتبر رو این داستان ها هم رفت به امپراتوری پارس داره. پس این تهران بالا پایین تمام دنیا دارن زور میزنن جنگ تو آمریکا این فضا ربط به امپراتوری پارس داره. اگر سال 96 اینا ما رو ریتوییت کرده بودن من رژیم رو عوض کردم، اصلا بسیار به کسی نرجم. تغییر رژیم ایران مثل رفتن به دستشویی بده من، چون بطن داستان رو میدونه از این چیز رو بده عوضش کنه. و سازمان امنیتی اینو میدونستن، خودشون هم جمهوری اسلامی تو شورا امنیت گفت، هم سازمان ملل گفت، هم همه سرانشون میدونستن، هم جلساتی که سازمان امنیتی ما منگوشان اینو اقرار کردن. گفتن تو میخوای ایران عوض کنی شاه بشی، قشنگ گفتن شاه هر پیشین کوبله زدن. همش به هم ربط داره. یعنی شوروی رفت رو هوا برای امپراتوری پارس. اصلا ما در ما کشوری بنام ایران اصلا نداریم. ایران یعنی تویله، یعنی هر کی میگه من ایرانی ام یعنی احمق. واقعا مثل مثلا ژاپنی بگن من مثلا چینیم، یا مثلا نه حالا ژاپنی بگم چینی، بعضی نژادشون رفتن اون طرف، ژاپنی بگن که بله ما آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی ها. پرنده ها بگن بله ما خزنده ایم. این دوری یک کمدیه. پرنده ها خزنده ایم. خزنده تعریف دیگه داره، پرنده تعریف دیگه داره. اینقدر متفاوته. و هم خود شوروی هم از هم پرو پاشید برای همین. خب از چه نتیجه میگیریم؟ از این نتیجه میگیریم که هر کشوری که دور سرزمین پارس تا یک اون برتر، یعنی مرزش با سرزمین پارس هست یک اون برتر هم حساب کن، هر کشوری که در بالا در شرق در غرب در سرزمین پارس میبینی تا یمن 70% ریستارتی هست. برای همین یک ریستارتی فقط میتونه امپراتوری پارس رو دوباره تشکیل بده. برای چی؟ برای اینکه چچن ها
الان تمام دنیا حرف بزنی 3 نفر رو تروریست میدونن، منو میگن، اونو آنو، به چچنا هم حمله میکنن دیگه. چچن یعنی عرفان تصوف، ترکمنستان یعنی عرفان تصوف، تاجیکستان یعنی عرفان تصوف، آذربایجان یعنی عرفان تصوف. ما یک کشور فقط داریم که توش عرفان تصوف نیست، همیشه این مشکل باشه که منم ارمنستان، یعنی در وصل به مالیات، پرداخت مالیات رفیق میشه. ما تنها کشوری که یه خورده باش بعد ها مشکل داریم، نه اینکه مشکلش بشیم، ارمنستانه که به ارمنستانی هم گفتیم که ترکیه زده خار مادر شما سرویس کرده، نه آذربایجان. این جوکای کمدی الان که الان ارمنی ها میگن که بله ما مرگ بر الهام علیوف، الهام علیوف، حالا من کار الهام علیوف ندارم، مثلا هر کسی که اونجا هست کاری ندارم، مثلا من علیوف بگه به تو حمله کرده، کی قتل عام کرده در ارمنستان؟ اردوغان. پس همون جمله که دوباره من 15 سالم بود فهمیدم، خیلی ها تو سیاست نمیفهمن، و اون که مرگ بر این یعنی درود بر فلانی. چرا هی علیوف بیاد وسط؟ اصلا علیوف کاره نیست، اصلا این وسط علیوف نوع نگاهش اصلا ربطی به این نداشته که به ارمنی ها رو بخواد ارمنی ها رو بکشه. مرگ باید بگم مرگ بر اردوغان، و ترکیه میگم مرگ بر آذربایجان. کمدی است، واقعا کمدی است. من خودم موندم تاریخو چقدر تحریف دارم برای این قتل عام توسط ترک‌ها انجام شده، نه در توسط آذربایجان. پس شوروی تبدیل شد به چند کشور عرفان و تصوف و روسیه. این کل مطلب، یعنی شوروی تبدیل شد به چند تا کشور عرفان و تصوف که عضو سرزمین های پارسن، امپراتوری پارسن، عضو ریستارتن، پلاس روسیه. نتیجه برای ما توی خط عثمانی تولید شد توسط ریسار تا اروپا تربیت چند تا صفویه بیاد. شوروی پروفاشید تا چند تا کشور امپراتوری پارس ریسارتیا تصوف عرفان آماده بشن، پلاس روسیه تا سرزمین پارس بیاد. به خر میگفتم میفهمید توی یه جمله، به خر میگفتم میفهمید. همیه دل خوش به اینها نباشه، قول میدم بهتون دل خوش به این سازمان امنیتی انگلیس آلمان. زنگ بزن فرانسه بگو سلیم سلطان سلیمان قانونی، اینا میخوان تاریخ رو حذف کنن، نمیخوان بگن سلطان سلیمان قانونی توسط عرفان تصوف اومده، بگن که همیشه عزبه میگه پس که عرفان تصوف اومده اینطوری امپراتوری تشکیل میده. قول بهتون میدم که اینا فرصت نمیکنن خشتکش نمیکشن بالا، اینقدر میمیرن، اینقدر سرویس میشن، اینقدر میلیارد ها دلار خرج میکنن. چرا؟ چون این جمله رو بفهمن، گامبیشا بازی که حریف مقابل، احمقا بگن ما حریف مقابل ما جمله سمیه، فهم میخوام خارباده جمله سمیه سمیز کنیم، حریف مقابل، مقابل این هر کی رو بروی سرد، گامبیشا بازی که حریف مقابل تا لحظه باخت احمق فکر میکنه که در بازی رو میبر. بدرود. تازه امپراتوری پارس بیاد، نوبت امپراتوری عثمانیه. پس اروپا رو عثمانی تجزیه میکنه. چیدن برات نشاشیده شب دراز. بدرود.